گرمی های فکر 101، تفرد و تشکیلات. میخوایم این بحثو بکنیم، یعنی یه تئوری میخوام بدم، ولی بیشتر یه تئوریه که به شکل طرحه، یعنی برای که فکر رو تحریک بکنه یه کمی فکر بکنیم، هرچی بیشتر فکر بکنیم، هرچی بیشتر طرحی بدیم که فکر رو بیانگیزونه و به کار بندازه و فکرهای دیگری رو تولید بکنه خود به خود. شنونده میتونه با شنیدن طرحهای جدید به فکر خودش رو به کار بندازه، اون رو توسعه بده و تو یک بحث جمعی حتی میشه اون رو گسترش داد و ارزامن نباید فقط به همون صورتی که من میگم چیز باشه. ببینیم، میخوام اینو بگم که تشکیلات هرچی گولتر باشه با آزاداندیشی در تضاده. این بحث رو هم من در آغاز جنبش سبز کردم تحت عنوان جنبش گود، چی تشکیلات گود و تشکیلات افقی، یا تشکیلات عمودی و تشکیلات افقی. من این رو اونجا هم کردم و چیزه اینش جدید نیست، ولی اون چی که جدیده اینه که میخوام بگم آدم تشکیلاتی دشواره که آدم آزادی خواهی باشه. بس تو اینه، یعنی مثلا فرض کن حتی ممکنه نبوغ سازماندهی داشته باشه، یا خب حتی اکثرش میشه لنین دیگه، بالاتر لنین که نمیشه، چون هم سازماندهی بودم، آدم تشکیلاتی بود، هم تشکیلات راه مینداخت و اینا. ولی کار این تشکیلات یه طوریه که شما وقتی رفتی توش، چون کار باید جلو بره، الزاماً پراتیک مصلحت جویانه بر تئوری مجرد پیشی میگیره و آزادی از جنس تئوری مجرده. تئوری مجرد نه یعنی که تئوری به درد نخور، یعنی آزادی اصلا یه چیز تجریدی و من در یه جاهایی هم گفتم یک چیزه، یک پوزیسیون ترانساندانتاله. برای اینکه این پوزیسیون ترانساندانتال، چرا؟ چون باید برتر از همه چیز باشه، برتر از عمل، برتر از انقلاب، برتر از پیروزی، برتر از سقوط جمهوری اسلامی که همه اون رو ما هدف مقدم خودمون کرده ایم. حتی یعنی بر همه اینا، بر همه اینا مقدمه. به این عنوان از جنس آزادی، از چیزه، یه پوزیسیون ترانساندانتاله، پس از جنس تئوری مجرده. تئوری مجرد با تشکیلات تضاد داره. تشکیلات تئوری داره ولی تئوری خودشو داره، تئوری پیش بردن به هر قیمت رو چیز میکنه. تئوریش تئوری پیش بردن به هر قیمته. این پراتیک اینه که تشکیلات هرچی گودتر باشه، پس میبینیم انقلابی داره، هرچی گودتر باشه بهتر، امکان پیروزی توش هست، امکان برد بیشتری توش هست. اگر چیز باشه، اگر یه رهبری سازماندهی خیلی خوبی داشته باشه، کمتر اشتباه بکنه، اینا میتونه جلو ببره و میشه لنین دیگه. ولی وقتی هم که پیروز شدی، میزنی هرچی آزادی فردی منهدم میکنی و از بین میبری. یعنی لنین خودش آدم به نظر من همینجوری مجرد نیاونی، آدم خوبیه، آدم شایستهی بوده، اینتلیکتوئل بوده، موسیقی سرش میشده، فیزیک سرش میشده، دانشجوی حقوق بوده، حقوق یه مقدار سرش میشده، فلسفه سرش میشده، مثلا توی همونجور که تو ماتریالیزم و امپریوکریتیسیزمش دیدیم و اینا، گرچه اونجا آرایی میگه که اصلا چیزه، اصلا از همونجا اون بعد از 1905 ماتریالیزم و امپریوکریتیسیزم نوشت، یعنی مادیگری و نقد تجربی، اون غیر آزادی خواهانه است، یعنی رد ماخیزم، رد امپریوکریتیسیزم، رد کانت هم بود، یعنی اون چارچوب های غیر مارکسیستی رو اصلا نمیتونست درک بکنه و بدون اینکه مطلقا اونها رو رد بکنه. این چیز ویژگی یه آدم تشکیلات چیه؟
ولو اینکه تئوریسین هم باشه، یعنی تئوریسین بودن لنین به تدریج در پروسه پیش برده انقلاب زیر ویژگی پراتیسیانیسمش فرعی میشه در حقیقت، و تئوری هاشو اون پراتیسیانیسم هدایت میکنه، اون پراتیسیسم هدایت میکنه. اینه، یعنی من اینه تشکیل ها مثل یه جوری ارتشه، مثل تو ارتش که آزادی خواه کسی که میره توی ارتش تربیت میشه تو اون نظام ارتش، همون جوری که توی اون رمان چیز اون یوسا توی رمان سالهای سگی خیلی قشنگ اینو شرح میده، و من به زودی یک نقدی بر اون رمان خواهم نوشت، در حال نوشتنش هستم. و این همین ساختار این تشکیلات ارتش رو به نقد میکشه یوسا به عنوان یه آدم آزادی خواه. و این ولی ما وقتی اونو نقد میکنیم باید بدونیم این فقط این ارتش نیست که اونجا مورد انتقاد قرار میگیره، کل مکانیسم و بافت‌ها و نسوج تشکیلاتیه که باید جلو بره، باید نظم رو برقرار بکنه، و با این نظم و با این دیسیپلین و با این اجرا دیگه چیز توش نیست، خرد ورزی نمیتونه توش باشه، باید اجرا کرد، باید خرد، باید اونجا خرد منفصل باشه، خرد منفصل یعنی کسی نباید خودش فکر بکنه. این حقیقتیه که ما در پیش رو داریم و میتونیم روی اینا یه خود فکر بکنیم، که بعدم به این واقعیت و حقیقت نگاه کنیم که هیچ رهبر آزادی خواهی یک تشکیلاتچی نبوده. این مهمه. حالا از گاندی نگاه کن، از ویلی براند، از کی و دیگران، یعنی و مصدق، و حالا من اسم همه یادم نیست، خب میشه آدم فکر کنه این رهبران ملی، رهبران جنبش های عمومی به این دلیل که تیپ های تشکیلاتی نیستند جنبش رو به پیش بردن، یعنی چون آدمی که تشکیلاتیه نمیتونه تفکر افقی داشته باشه، نمیتونه اندیشه ی افقی داشته باشه، و این یکی از مشکلات اساسی اپوزیسیون ما در شد. یه عده‌ای میگن فلان کس رهبر فلان سازمان از اون سازمانده های فلان و ایناست، اون مخالفینش میگن نه این هیچ هم سازمانده نیست، خیلی اشتباه کرده. نه، سازمانده اتفاقا تشکیلات چیه؟ اون اصلا به تشکیلات متکیه، به تشکیلات، روی تشکیلات میشینه، روی تشکیلات استوار میمونه، ها، و رو همون تشکیلاتی که به خرد منفصل احتیاج داره، یعنی توی تشکیلات رابطه خدایگان و بنده به شکل پوشیده تری باید عمل بشه، برای تشکیلات که نمیتونه جلو بره. پس اینه که باید اینه چیزاییه که آدم روش فکر بکنه، و اگر اینا رو روش فکر نکنی بعدا دنبال یه تشکیلات چی را میفتی و میری و میبینی اون نبوغ تشکیلاتی هم داره و اینا، متوجه نیستی که با نبوغ تشکیلاتیش جوهر مجرد و ترانساندنتال سازماندهی رو نابود می‌کنی.